ستاد کرونا اعلام کرده که از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنید، ولی متاسفانه شاهد ترافیک پرحجمی در سطح کل محورهای استان قم به سمت استانهای مرکزی و همچنین استانهای جنوبی و استانهای جنوب غربی هست. تقارن تعطیلی تاسوعا و عاشورا با تعطیلات آخر هفته موج تازه‌ای از سفر به نقاط مختلف کشور را به راه انداخته است. اینجا عوارضی جاده قم از سمت تهران است، جایی که تعداد زیادی خودرو هر کدام با چند سرنشین در حال فرار از پایتخت و عزیمت به شهری تازه برای گذران تعطیلات هستند، غافل از اینکه راه فرار از کرونا نرفتن است. با توجه به اینکه ایام محرم تاسوعا عاشورا افتاده به ابتدای هفته، مصادف شده با تعطیلات آخر هفته، در حال حاضر محورهای مواصلاتی استان قم شامل آزادراه تهران به سمت قم، آزادراه قم به سمت کاشان، محورهای قم به سمت سلفچگون ترافیک پرحجم و روان هستش. ما از روز گذشته، تقریبا روز گذشته چهارشنبه، شاهد ترافیک پرحجم در سطح محور بوده. همچنین امروز که پنجشنبه هستش که در خدمت شما هستیم، ترافیک در کلیه محورهای منتهی به استان قم پرحجم و روانه. با وجود تاکید فراوان بر پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خروجی‌های تهران با حجم بالای تردد خودروهای مسافران و ترافیک در برخی محورها همراه شده و این وضعیت در محورهای تهران شمال به مراتب وخیم‌تر است. کرونا همچنان میتازد و حالا در مقصد مسافران منتظر خیلی عظیم مشتاقان سفر ایستاده تا دست کم درصدی از آنها را آلوده کند و آنها هم خدمت را در حق ویروس مرگبار تمام کنند و آلودگی را در جاهای دیگر نشر دهند. میگویند کرونا کشنده است، میگویند کادر درمان خسته است. مهم نیست، وقتی قرار باشد جوجه کباب و مخلفات اولویت باشد، نه جان مهم است نه کادر درمان. خیلی سخت، خیلی سخت، یعنی اصلا هیچ باورش نمیشه که اینطوری همچین چیزی من بگیره. نوازده دارم از همه مردم خیلی رعایت کنم، خیلی جدی بگیرم، اصلا این چیزی فکر نکنه که علکیه، همینطوری سرسری بگذاره، خیلی جدی بگیرم. ستاد کرونا اعلام کرده که از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنید، ولی متاسفانه شاهد ترافیک پرحجم در سطح کل محورهای استان قم به سمت استانهای مرکزی و همچنین استانهای